عذر میخوام، میتونم کنارتون بشینم؟ بله، خواهش میکنم، بفرمایید. متشکرم. مزاحمتون که نیستم. نه، راحت باشین، خواهش. به نظر میاد شما هم مثل من آدم تنهایی هستید. چطوره کمی با هم اختلاط بکنیم بلکه از این حالت در بیاییم، روحیه‌مون عوض شه؟ بله، خوشحال میشم، بفرمایید. مزاحم نیستم؟ نه، خواهش میکنم، راحت باشین. جسارتاً چه نگاه غمگینی دارید. خستگی توی چهرتون موج میزنه. کلاً فیستون با آدم حرف میزنه. جالبه. فیس من؟ جالبه. نگاهتونم با آدم حرف میزنه. کلاً اترکتیویسم جالبی داری. سطح انرژی بالایی داری. جالبه. چه نگاه نافذی، انگار گیره داره آدمو میگیره. بله، لطف. من فکر میکنم که اگه شما یک مقداری اعتماد به نفستون رو بالا ببرید و خجالت رو بذارید کنار، تأثیر عمیقی میتونید توی زندگی بقیه بذارید. بله، خب واقعا از بچگی مشکلی داشتم، هم بوده اعتماد به نفس داشتم. بله. خب اونم البته مزاحم که نیستن. نه، خواهش میکنم. اونم به خاطر صدمه هایی که در طول زندگی خوردین. ولی در کل آدم جذابی هستید. دختری مثل شما خیلی کم وجود داره. قدر خودتون رو بدونید. نذارید، اجازه ندید که هر کسی وارد زندگی شما بشه. نه، الان که کسی تو زندگیم نیست، نه. جسارتاً اون دو سال رو هم نباید تلف میکردید با اون پسر همکلاسیتون. دیدین که تو زرد از آب در اومد. بله، چقدر شما درست تشخیص میدین. مزاحم که نیستم. نه، خواهش میکنم، بفرم. و همون قضیه باعث شد که شما از زندگی عقب بیفتید، وگرنه الان باید کنکور کارشناسی ارشد رو قبول میشدی. شما واقعا خوب میشناسین آدم ها رو. مزاحم که نیستم. نه، خواهش میکنم، بفرم. دستتون رو بیارید جلو. بفرم. اینا رو داشته باشید، نیت کنید، من الان برمیگردم. بری او اسپانو رو برس توی بری دار توی دوگو نیت بکو فولت مگیگر شما یک سفر در را داری تو سر و بعدی دیگه ازدواج میکنی سفر برا دوست دو تو زمانی دیگه دو او خیر پدر مادر پشت سرتا چشم برا داری خودت هم چشم برای تموم شد دست شما در نکنی چقدر شد شد 50,000 تومان بفرم خدا خیرت بدم خدا خیرت بدم فولت بگیرم اوی اوی فولت بفرما رسیدیم دیگه سپاسگزارم بابا قربونت برم خیلی لطف کردی من از این بعد هر جا بخوام برم به خودتون زنگ میزنم شمارهتونم که دارم من در خدمت لذت بردم شما دستور بده هر جا که خواستی خواب من میام دنبال در جای ایران که بخوای تشریف ببری من در خدمت سپاسگزارم بابا چقدر تقدیم کنم نه رشته بابا نه آقا نه خواهش اصلا میکنم. صحبت پول تمنا اصلا مگه آدم نه. همه با زحمت کشیدی نه یه کارایی را آدم برای پول نمی برای عشق نه خواهش میکنم دوست رفتیم شدیم با هم پولی یه ساعت هر خواهش میکنم آقا هرچی دوست داری بده تمنا قابل اصلا نداره قربونت چشم خواهش میکنم لطفا عزیز دلم فدای تو چیه؟ پوله قربون چرا 7 تومن؟ این کیفت عقب بود ببخشید کیفت عقب بود اون حداقل کیف رو برمی‌داشتیم و یه مسافر دیگه می‌زنیم هفتم از اون گرفتیم 14 حداقل بله شما اگه می‌خواستیم مسافر بزنیم حتما کیفمو برمی‌داشتم حالا به هر حال 14 میشه حالا هر جوری که دوست داری عشقت ولی شما گفتی چیزه گفتی بله شما درست می‌فهمید 14 14 شد دیگه دست شما آخه گفتیم می‌خوام برم پیش مادر ما هم گازوندیم به خاطر شما دو تا چراغ رد کردیم دوربینم داشت عکس گرفت 100 حداقل
حالا باید جریمه بدیم و صد در دقیقه افتاده. خب من گفتم میخوام مادرم ببینم ولی نگفتم عجله دارم. به هر حال دیگه ما مادر دیگه، من میدونم مادر چه، شما مادر نبودی نمیفهمی مادر یعنی چی. من مادر بودم بارها، ما انتظاری که مادر میگشه، زجری که میگشه تا پسرش رو بینه میدونی یعنی چی. من اگه مادرم زنده بود 100 تا چراغ به خاطر شاید میریختم به پاش پولش رو. بله خدا رحمت کنه مادر، به خاطر مادر تمنام کنم. ببخشی نخواهش میکنم. 45؟ بله 40. شما مزر میخوام بابا رفیقم شدیم 45 دقیقه یه مود فوکلات داشتی حرف میزدی، ریزش مود مود روغن بادام و مغز گردو و اینا رو به یه دو ساعت ویزیت کردم. ولی اگه یه دکتری بود میگفت 100 پول ویزیت 50 پول نمیدون نسخه راحت بهش میدادیم، ولی پیش زحمتکش جامعه. نه 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 دیگه به ما که میرسه سخت میشه براتون. ذل نکنید ببین، ظلم نکن. نه آقا خواهش، به اخشار زحمت کشی مثل ما ظلم میکنی. بعد این پوله رو چی؟ این چک روز دو تا امضا پشتش دادم 450,000 تومنه. توهین نکن به شخصیت من. ببین ما حق ما رو میخوری ولی به شخصیت من توهین نکن. نه آقا قشنگی. نه نفهم. ببین تو از اون اخشاری هستی که میری که خارج از کشور دلار جیک 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 خرج میکنی، ولی به ما که میرسی زورت میاد پول بدی. باشه نه آقا من آخه نه الان پول تو حسابم نیست، آخه ببین این قشنگه این کار. نه ولی بشین وجدان تو بذار جلو پات. آخه الان صرف فکر کن، ما زن صبح تو شب تو این اجازه بفرمایید زندگی ما دارم میزن. اصلا نکنین این کارو، به جون خودم نکنین این کارو. من خواهش میکنم. زشت این کارتون، حق کسی میخوری. شبا چه جوری میخوابین شما؟ خواهش میکنم آقا نفرمایید. آقا درست نیست، به سرتون میخوای رو بالش بذاری حق یه بنده خدایی مثل ما رو بخوری. قشنگه این چی الان؟ تمنا میکنم بابا. این چیه؟ اجازه بفرمایید. این این شلواره، اینم کفش ایتالیایی از ایتالیا. واقعا این 250,000 تومن، اونم 300 تومن تنها چیزی. شلوار و کفش تو به من میدی رسما دیگه توهین کردی؟ یعنی با کفشات توهین کردی؟ خیلی کارت زشت بود. آخه واقعا نمیبخشمت. اصلا دیگه هم بهم زنگ نزن و عجبا برم. نه برم. نه نه آقا برم که با این شکل و قیافه حیثیت نه بعد ببینم چیزی سوارم. آقا میرم. نه نه آقا نه آقا کاش آقا شلوار کم نیست آقا. نه میرم. خب حاکم عرض مخلصی. Let me introduce my family to you. خانواده همو بهت معرفی میکنم. در خدمتی. This is my wife. همسرمه. دکترای قدرت داره. Pleasure to meet you. من دکترای اورولوژی دارم. بله. دخترم دکترای کلیپسینگ داره از دانشگاه شوشلونیا. One of my sons. یکی از پسرام داره PhD گردشناسی میخونه توی مگنولیا کالج. و یه نوه 3 ساله دارم. I love him. عاشقشم. خدا بهتون ببخشه. متشکرم. که وقتی به دنیا آمد به خودش و مادرش یه مسترز یه فوق لیسانس کادو دادیم. Let me know about your family. جان؟ از خانوادت برم بگو. آه بر. کیومرس شاکری هستم. I didn't ask your family name. جان؟ فامیلی تو نپرسیدم. پرسیدم از خانوادت برام بگی. آه یعنی ما بله متوجه شدم، ببخشید عذر میخوام. اولا که سلام عرض میکنم خدمت خانواده محترمتون. همونطور که فرمودین ما مخلص شما هستیم. از اینکه تنهایی اومدم برای امر خیر عذرخواهی میکنم. من پدرم کارمند بودن و خدا رفتگان شما رو بیامرزه فوت کردن. قربان شما. ما بعد الان مادرم حقوق بازنشستگی پدرم میگیره، مریض بودن نتونستن خدمتتون برسن. میخواستم بیام اجازه بگیرم که هفته آینده خدمتتون برسیم برای خواستگاری دختر خانومتون. من خودم هم دیپلم دارم. Never. We can never marry in undergrad. ما هیچ وقت با یه دیپلم وصلت نمی کنیم. But they can always go to Canary Island. Canary in America. Yes? Where is, honey, where is the Hawaiian Islands? Somewhere in Africa. Very good, honey. Very European. No. It's inside the body. That's longer hands, mom. Ninja Turtles. You embarrassing us in front of the guest. Oh,
You are embarrassing us in front of the guest. Why do you talk like that? Look here. Don't talk to me like that, huh? Why do you talk to me like that? Who brought him here? You brought him here. Me? Yes. Why are you here? Huh? My mother is... Shut up! Is very sick. I don't Shut mind. Up. I don't mind. I didn't say that. I didn't say that, wallah. Who said it? You don't I don't know. Marry? How long do I have to pay for your education? You get married very don't soon. Mind. Don't yes. argue with her. Why are you talking to shut me like up. That? Shut up! You shut up! Me? Why are you here? You... سرم ببخشید آرشم خونه نیست. خب حالا چی کار کنیم؟ بدبخت شدم خونه زندگیم سوخت. خب اینو بگیر عدد 7 به 8700 پیامک کن، سه روش اطفای حریق رو بهت یاد میده، هر پیامکی 25 تومن. من الان حولم چجوری بهت نمیتونم. خب خیلی خب، اول از همه عدد 1 به 6 بگو عدد 1 به 6500 پیامک کن، سه روش کنترل خشم، استرس و کنترل موارد بحرانی رو بهت یاد میده، هر پیامک 75 تومن. خب الان فقط یه مشکلی هست، من بچه‌م تو خونه است، بدر اتاقش هم قفل کردم، بچه‌م الان بسوزه من چیکار کنم؟ چیزی نیست که. عدد 9 به 6500 پیامک کن، 10 روش بچه پشت درمونده رو بهت یاد میده. ماسا سینما همینجوری تربیت کردم، عالیه. آخ آخ واسه همین انقدر آغاز دیگه. به این بچه همیشه میگم دوست میخوای سینا، بفرما کوکوش شنوا، اینم نتیجهش. ول کن بچه، اشکالی نداره که. ببین تو عدد 6 به 50020 پیامک کن، 107 راه دوستیابی رو بهت یاد میده. تازه شماره دیگه هم هست، دوستیابی با خواهر شوهر بدجنسم بهت یاد میده. واسه زندگیم داشت به هم میخورد، همین 75 راه منو نجات داد. 35 به 6500 پیامک کن، 25 تومن هر پیامکی. عالی، حرف ندار. دست درد نکنه، ولی فکر کنم دیگه بچه‌م کاملا جزغاله شد. ببین مسئله ای نیست، عدد 9 به 13500 پیامک کن، 10 روش جمع‌آوری بچه جزغاله رو هم بهت یاد میده. دست درد نکنه، ممنون. بله. روزتون بخیر آقا. شرکت ما مشابه شماره موبایل شما با پیش شماره 0912 رو برای فروش گذاشته. اگر مایل باشید با قیمت بسیار مناسب تقدیمتون کنیم. نه خانم، تمایلی ندارم، ولی ممنون که تماس گرفتید. خدا نگهدار. بله. روزتون بخیر آقا. سواری به شماره پلاک 47 واف 550 متعلق به شماست؟ بله. شرکت ما گردوی اعلی آورده، دقیقاً کیلویی 47550 تومان، فقط وافش رو نداره. اگر مایل باشید با پلاک ماشینتون ست کنید ارسالش کنیم، رایگانه. نه خانم مایل نیستم، لطف کنید دیگه هم تماس نگیرید. بله. روزتون بخیر آقا. حلقه ازدواج شما 21 گرمه؟ بله بله. شما کجا میدونید؟ شرکت ما همه ی شماره ها رو داره. فیلم 21 گرم با بازی شامپین و نائومی واتس با زیرنویس فارسی و پشت صحنه ویژه در اختیار داره. میخواین براتون بفرستیم؟ ارسالش رایگانه. خانم من اصلا به چیزی احتیاج ندارم، اصلا فیلم دوست ندارم. بله. صاحب محترم شماره شناسنامه 7143، سلام. هم اکنون یک عدد قبل واقع در سایه در قطعه 71 ردیف 43 بهشت زهرا آماده تحویل است. بپیچم براتون؟ خانم یا همین الان قطع میکنی یا عدستون شکایت میکنم، آبست کنید دیگه. فکر کرده اید که چه؟ شماره یک کارت ملیتان را که داری. دروگو باره بدیم بابا. 2-0-17-80-348-550. از کجا آوردی؟ شرکت ما مفتخر است که در ازای دریافت همین رقم
پسر به گروگان گرفته شما را آزاد کند. خورده اش هیچ، سرراست 1,700,000,000 تومان به حساب شرکت واریز نمایید. تو خدا با پسر من کاری نداشته باشی. الو الو پسرم. سلام، شب بخیر. در برنامه امشب خدمت جناب آقای دکتر مراد جهان پیوند هستیم، مدیر کل امور وصولات پیوندی اداره کل ازدواج و طلاق وزارت ورزش و جوانان. خیلی خوش اومدین آقای دکتر. متشکرم، منم تشکر میکنم بابت وقتی که به بنده دادیم. خواهش میکنم آقای دکتر. موضوع برنامه امروز بررسی ریشه ها و علل ساختاری کاهش نرخ ازدواج در میان جوانانه. نظر شما در این مورد چیه؟ خدمت شما عرض شود که با تحقیقات علمی که ما انجام دادیم متوجه شدیم که بزرگترین مشکل جوانا مسکنه. اون وقت در زمینه این حل موزل مسکن تدبیری اندیشیده شده؟ بله، در واقع ما به کمک وزارت مسکن در عالی‌ترین نقاط شهر برای جوانا مسکن تهیه کردیم، مثل قیطریه، کامرانیه و جردن. البته به همراه یک سری تسهیلات از طرف سازمانی که تحت مدیریت بنده است. خیلی خوبه. قیمت این وقت مسکن چقدره؟ در نقاطی که خدمت شما عرض کردم به طور میانگین متری 20,000,000 تومان. بعد اون وقت شرایط به خصوصی برای پرداخت داره دیگه، نه؟ بله، ما کارو خیلی ساده کردیم. این جوونا میان پولو کامل پرداخت میکنن و خونه رو تحویل میگیرن. ببخشید، اون وقت تسهیلات ویژه سازمان شما کجاست؟ خدمت شما عرض شود سازمان تحت مدیریت بنده به محض عقد قرار داده مسکن یک ساعت دیواری به این جوانا تقدیم خواهد کرد که با پس زمینه عکس عروس و داماد خواهد بود و سر ساعت 2:10 عقربه کوچیک روی چشم عروس و عقربه بزرگ روی چشم داماد قرار میگیره. دستتون درد نکنه، ولی اگه خودتونم موافق باشین با حرف من، اون خونهایی که گفتین خیلی گرونه، خونهای ارزونتری در نظر نگرفتین؟ خب بله، ما در مرکز شهر مثل خیابون سبلان، دماوند و کارگر شمالی هم یه خونهایی رو تهیه کردیم. متری؟ متری 14,000,000 تومان. نوسازن؟ 23 سال ساخت. اون وقت سازمان شما چه تسهیلاتی برای این مورد در نظر گرفته؟ خب سازمان ما یک ساعت دیواری به این عزیزان تقدیم خواهد کرد با پس زمینه عکس عروس یا داماد که البته انتخاب با خودشونه. خب البته من فکر میکنم باز همین مبالغ زیاد باشه. برای اقشار کم درآمدتر چه فکری کردیم؟ خدمت شما عرض شود که ما در زوراباد کرج خونه‌هایی تهیه کردیم با ویوی ابدی و معماری اسپانیایی، به این صورت که شما وقتی که در خونتو باز میکنی توی پشت بوم خونه جلویی باز میشه، که البته اونجا برق و گازم نداره. تلفن داره؟ تلفن که اصلا به اونجا نمیرسه، ولی خب اونجا منطقه مستعدیه. الان متری تقریبا 7,000,000 تومان. بعد لابا تحصیلاتش هم همون ساعت با عکسه؟ بله، دقیقا یک ساعت به این عزیزان تقدیم خواهد شد، یک ساعت دیواری بدون پس زمینه عکس عروس و داماد که ساعت 2:10 دقیقا روی همون 2:10 قرار میگیره. وقت فکر میکنید که مشکلات اینجوری حل شده؟ خب بله، ما طبق پژوهش‌هایی که انجام دادیم فکر می‌کنیم که با کارهایی که ما انجام دادیم و سازمان تحت مدیریت بنده انجام میده مشکل جوانان حل خواهد شد. آخه فقط مشکل که این نیست. ببینید، بالاخره اشتغال هست، درآمدزایی هست، معیشت هست، همه اینا هست. برای اینا چه تدبیری اندیشیدید؟ اون دیگه یک عزم ملی میخواد. ما به اندازه توان خودمون مشکلات رو برطرف کردیم. خیلی ممنون که تا این ساعت بیننده برنامه ما بودین. تا برنامه بعد، شب بخیر. خدا نگهدار. خب خانم مریضه چه وضعیتیه؟ بیهوشش کردین؟ شکافتینش؟ نه آقای دکتر، هنوز بیهوش نکردیم، مشکوکه. علائمش چیه؟ میگه دل درد داره. به نظر شما ارزش داره بشکافیمش؟ چرا، قبره بده. میگم مشکوکی؟ نمیدونم آقای دکتر. چته؟ نمیدونم. نه تو خودت نمیدونی چته. دل درد دارم، میگن مشکوک آپاندیس بشه. دل درد داری؟ بچه اونجا رو گرفت، اونو معده از اون بر آپاندیس این بره. ببخشید، هول شدم. هول شدی؟ اشتباه. ببین عزیز من، ما اینجا عکس، آزمایش، رادیولوژی، همه مدرکی که تو داری، یعنی خودمون میدونیم چته، فقط میخوایم از زبون خودت بشنویم. من بگو.
همشو بگو. به خدا چیزیم نیست دکتر، هیچیم نیست. هیچیت نیست نه؟ نه هیچیم نیست. تو تعب نداری؟ نه. سردرد؟ نه. سرگیجه؟ اصلا. چی هست؟ سوزش معده؟ نه. خیلی خانم اون چاقو رو بدی من خودم بشکافم ببینم چه شده. چیزیم نیست دکتر، باور کنی چیزیم نیست. من یه سرم گیج رفت آوردنم اینجا. آه ببین سرت گیج رفت، برشی میگی چیزیم نیست؟ دکتر باور کن. درست جواب بده. بیمه ندارم، پول ندارم، چیگونه هرکی دوست داری بذار برم. عزیز من دارم به خاطر خودت اینا رو میگم. الان من از این در برم بیرون دکتر کشکولی بیاد که مثلا من این سوالا رو ازت نمیپرسه که میزنه لطو بارت میکنه که علت بیماری رو بده کنه. تازه اون بیهوشی و بیهسی اینا هم استفاده نمیکنه. حالا دیگه خود داره. تو رو خدا رحم کنی، من زن و بچه دارم. خیلی اتفاقا زنت بیرون برای ما همه چی رو گفت. من اگه دارم میپرسم برای اینکه میخوام از زبون خودت بشنوم. بله چش میگم. پس درست مثل بچه آدم سوالای من جواب بده. یه بار دیگه میپرسم. من شبا یه وقتایی قلبم تیر میکشه. تیر میکشه. خب اون وقت تپش قلبم داری؟ خیلی کم. خیلی کم. بی اشتها هستی؟ نه، مثل گاو میخورم این خیالم هم نیست. نشد، باز اومدی نسازی. بده خانم. نه نه میگم اعتراف میکنم، همه رو میگم. بگو بس. همه رو میگم چش. همه رو میگم. خب، دوباره میپرسم، سوزش معده؟ زیاد. تپش قلب؟ خیلی. سرگیجه؟ همیشه. سردرد؟ آخ به دادم برس دکتر، خیلی بد. خیلی خوب خانم. برشون بنویسید ایشون باید جراحی قلب باز بشه، روده بزرگش هم باید جراحی بشه، آپاندیسش هم باید در بیاد. کار شما عالیه آقای دکتر. خواهش میکنم. بیهوششون کنید تا من برگردم. بگین. احوالت کیو چطوری پسر؟ حالت خوبه؟ خیلی تو فکرت بودم این روزا. حالت خوبه؟ خوبم میزونم. 20 ردیفی؟ خوبم. تو چطوری؟ خوبم. من خیلی تو فکرت بودم این روزا. نمیتونستم بیام بیرون. یه بار اومدم بیرون برگشت. برگشت خورد؟ چکات برگشت خورد؟ اب نداره. تو که خوب پول پارو میکردی، خوب در میآوردی. نه 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 اینجوری نبود. من در نمیآوردم. اون در آورد گرفت طرف من اسلحه رو. بعدم نمیدونم اگه نفتونم یارو رو داشت میکشتش. داشت یارو از بین میمرد. مرد. روح شاد پسر گل چتی بود. آخه کوروش دم در خونه ما جام نمیخورد. خیلی با وفا بود. خیلی بچه وفاداری بود. خیلی بچه وفا. نگهبان خوبی بود. من دوبرمن مثل این ندیده بودم. همش یاد تو میافتم. چه نوستالژی، چه شباهتی، مگه میشه؟ گفتی نوستال، یادش پیخه سال 47 یه پیکان داشتم مدل 51، دور لاستیک سفید، رینگ خورشیدی، سفید یخچالی گوجه‌ای، حتی من عشق میکرد نگاش میکرد. آره عشق من بود سامان، بچه خوبی بود، با تمام وجودم احساسش میکردم، انگار تو تمام سلولای من بوده. انگل بود، انگل. هرچی دنبال دوو درمون رفتم پیچ رایی پیدا نکردم. بالاخره یه دکتر روانپزشک اومد گفت چاغولوس داری، یه گفت روماتیسم پاس. بالاخره نفهمیدیم چی بود. گفت داره روح و روانتو داغون میکنه. گفتی روح و روان، بردمش روانپزشک. گفت بیا کودک درون تو تحویل بگی، دیگه وقتشه. کودک درون داد دست من، از صبح با منه، ولی توجه میخواد. خستم کرده، 3 روز خستم کرده، بیچاره شدم، چیکار کنم؟ اینو بزن بخندی. نه نمیشه. اینجا چیکار میکنی؟ منتظر کودک درونم هستم. آخه سلام. کودک درونم زلطان سگ دراکولا. نه. چی؟ من 100 تا مثل تو رو میبرم لب چشمه شنا میکنیم، چرا نمیای؟ اومدم دیگه، مایامو آوردم بریم شنا کنیم. بریم. تو هم دیگه نری پای سر تو یوی کوتاه کنی. چخه چخه. اول تو میکشی یا من؟ من درخواست طلاق دادم، اول من باید بکشم. خیلی خب، اول تو بکش، دلت خوش میشه. من خوش شانس. آپارتمان قیتری، ایول ایول، حق به حق دار رسید. من میدونستم این معماریش با خودم بود، حق به حق دار رسید. آره آره، واقعا تو لیاقت اون آپارتمان رو داشتی از همون اولش، چون درست زندگی میکردی. اصلا کل دیواراش کبره بسته بود. اصلا انگار نه انگار که زن تو خونه زندگی میکرد. واقعا تو رابطه تو گوله نمیکردی، پرت نمیکردی اون طرف و این طرف. نه بکش. نه. آره آره. خدای ممنون. بالاخره از زیر پات کشیدم بیرون. نزدیک بود 3 دفعه تا حالا باش تصادف کنی. هر وقت که برمی‌داشتی دل تو دلم نبود. ببین میندازم از زیر پا، همه بهم خیره نگاه می‌کنن. من مطمئنم که تو جر زدی قبل از اینکه ما اینو شروع کنیم، تو اینا رو دیده بودی. برو بابا، اینا رو که خودت نوشتی گذاشتی، تو از کجا دیده باشم؟ ببین اگه اینجوری کنی من بازی نمی‌کنم. خیلی خوب.
حالا مونده. بکش. میکشم. باغ نوشهر. عالی عالی، عاشق منظرشم. عاشق تو اون 4 سال سبزه سبز نشده. باغ مرشه اسمشم گذاشته باغ. دلت خوش ها. میگم ها خوش بگذره. خوش میگذره. بکش. کرمز داپتاپ بزن نسوزی وقتی. تو همیشه به من و تمام توانایی من حسودی میکردی. الانم به مال و اموالم داری حسودی میکنی. ها فکر نکن نمیفهمم. آره میفهمم. بابا من میکش. بکش. بکش بکش. زمین لواسون ایوال ایوال کلی ساخت و ساخت میکنم تو جا. آره گوسفند بچرونی بهتر نیست آقا، همچی به تیپ و شخصیتت هم میخوره. آره آره بکش بکش. میکشم. ننداز بکش. ویلای محمود آباد. اوه مطمئن بودم اصلا مال خودمون. اون غیر قابل فروشه، الکی صابون بده نزد. بکش. میکشم. آرش؟ آرش هم جزو داراییامو نوشتی؟ آره دیگه، همه چیزمونه، تمام زندگی ماست نیست؟ من الان همه چیزمون تمام زندگیمونو چیکار کنم؟ بکوبم بسازمه؟ ببین داری جر میزنی. ببین این ایده مسخره بچه دار شدن مال تو بودی، آرش هم بگیر خودت بزرگش. داری جر میزنی. ببین بچه هیچی نداشته باشه ارزش معنوی داره، 4 تا چیز کنارش یاد میگیری بدبخت. ببین منو راهنمایی نکن. بکش. میکشم. بکش. ها اسب. چی؟ اسب در اومد دیگه. آه اسب، اون اسب پیره رو میگه. من اصلا از این اسب خوشم نمیادم. منو انداختم این 4 سال تموم گوشه نشینی خونه. حقته. بیا مال خودت، من نمیخوام. قبوله، فقط شرط دارم. چه شرطی؟ اسبو میگیرم آرش رو میدم. باشه قبوله. فقط خرج آرش با خودت. ببین داری جرزنی میکنی، اون وقت میگی من دارم جرزنی میکنم. گفتی که خرج آرش رو خودت میدی. خیلی خوب بابا، خیلی خوب. گوره بابای زرر الان تموم شد؟ نه. آه تلویزیون 14 اینچ هم مونده. اوه دستمون نذاری. چرا؟ تلویزیون 14 اینچ دادگاه تکلیفشو معلوم می‌کنه. دادگاه کیه؟ دادگاه یک شنبه هفته دیگه. یک شنبه هفته دیگه باشه، بچرخ تا بچرخ. باشه. من عمرن اگه بذارم اونو تو اصلا ببینیش. آره گذاشتمش انباری خونه مامانم اینا، عمرن دستش بده. ببین بچرخ تا بچرخ. من که دارم میچرخم تو بچرخ تا بچرخ. من عمرن بذارم تو اصلا اونو ببینیش. آره فکر تو باید بچرخ. آره میچرخیم. ببین بچرخ. ببین سرت گیج نمیره. بچه‌ها حالا جون آقای مددی، مربی تیم حریف گفت شما به داور و بازیکن تیم مقابل تبانی کردید، درست قبول داری؟ نه دیگه. نه دیگه تبانی دیگه، نه اطلاعات غلط به شما میدن، شما هم اینجا توه فضامیه که هم هستن این صحبتو. جون نه آخه میگن دیشب بازیکن تیم حریف رو شام بردید بیرون، بهشون جوجه کباب دادید و کادو دادید و گفتید بازی رو براتون در بیارم. همین عزیز اطلاعات غلطی که میگم همینه، ما سلطانی گوساله دادیم جوجه ندیم. بعدم به اونایی که اطلاعات غلط به شما میدن بگو که تحقیق کنن درست بگن، اینجا سوتشون در میاد. جون این که میگن شما به ناظر بازی پول دادید درسته؟ ما یه پول چای دادیم، ما بیشتر از اینا بدهکاریم بهشون. جونم آخه شما بین دو نیمه به داورم سکه دادی؟ نه ایزم، داور اومد سکه انداخت بالا زمین رو مشخص کنه، از دستش افتاد تو چمن، من دلا شدم سکه رو بشتم. جون آخه سکه بهار آزادی اونم 5 تا؟ شاید از داورهای قبلی جا مونده ایزم. بعدم داور دوست داره سکه بهار آزادی زمین رو مشخص کنه، من باید جواب بدم. جون آقای مددی اواخر بازی بازیکن حریف دروازه‌بان شما رو هم دیریب کرد، اما داور پرید توپو گرفت. خب این اشتباهات داوری پیش میاد، تو هر بازی اشتباهات داوری پیش میاد. ما به هر حال سود داوری رو بردیم، ضرر داوری رو هم چشیدیم تمام این سال. بعدم این داور معمولاً 50-50 میکرد، من گفتم این دفعه میزنه به چپ. جون آقا دستیار شما با آجر افتاده بود دنبال دروازه‌بان حریف، این درسته؟ بایزم اونجا چاقو هست، اونجا پنجه باکس هست، اونجا زنجیر هست، چیزی نی، باید با آجر بیفت. چوا کنم جون آقا حالا برای چی دنبال دروازه‌بان حریف افتاده بود بازیکن شما؟ پایز دلم دروازه‌بان تیم یارو شب قبلش نشسته با ما شیشلیک خورده، بعد رسیده تو زمین موقع بازی سوپر واکنش نشون میده واسه ما، کلین شیپ میکنه بی شعور. این فوتبال فاسد نی؟ این ورزش فاسد نی؟
آقا شما که شعار فوتبال فاسد میدین، نیمه دوم تیمتون با 16 نفر بازی رو شروع کرد. حالا 16 نفر یا هر چی، من که نمیتونم اول فصل در تو شروع بازی همه رو مثل جوجه کشی بشمارم که حالا یا 16 تا یا 11 جون. آقا درگیری آخر بازی چی بود؟ شما که برده بودین دیگه، واسه چی درگیر شدین؟ تو درگیری 12 نفر مردن، 6 نفر ناپدید شدن. من همینجا یه چیزی بگم، با اینکه ما بیشتر ضربه خوردیم ولی اگه اصلاح ادبی شده من اینجا عذرخواهیم. آقا عذرخواهی به چه درد میخوره؟ ما میگم مردن چند نفر وسط زمین؟ عزیزم میگم دارم عذرخواهی میکنم اگه اصلاح ادبی شده، باز میگه دارم عذرخواهی میکنم میگم اگه اصلاح ادبی شده. بعدم امسال هر چی هر کاری کردن ما واسه آرامش تیم چیکار سر ما رو بریدن چی نگفت؟ داور قش کرد ده دفعه اون چی نگفت؟ عزیزم واسه آرامش تیم چی نگفت؟ جون جانم بفرمایید، من در خدمتم. یه دونه تور ویژه میخوام واسه یه جای خاص و اینه، یه هفته بریم بیفتیم. خب بفرمایید کجا من بلیط براتون صادر کنم، کدوم سمت؟ قاره آفریقا، آمریکا، اروپا، آسیا؟ من نمیدونم، هر جوشی ایرانی باشه فقط. خب حالا که دیگه ماشاءالله هزار ماشاءالله ایرانی همه جا هست دیگه، شما بفرمایید کجا من در خدمتم. میگه جای غم غربت ما رو نگیره. یه دیوونه ای با ما گفت بلنش میری بلغارستان، ما رفتیم یه دونه ایرانی نبود، غمباد گرفته بودی از صبح تا شب، من فحش میدادی میخندیدی. فکر کنم پاریس خوب باشه، ایرانی هم توش زیاده. پاریس که فرهنگشون با ما هم خونه نداره. داره، من میرم اونجا سرگردون میشم، یه رستوران ایرانی هست نیست، بچه محل میبینی نمیبینی، فرهنگ ایرانی داره نداره، اینجوری باشه من نمیرم. البته پاریس که رستوران ایرانی داره، ولی خب اینجور که شما میگین من فکر میکنم که ایتالیا براتون بد نباشه. ونیز شهر روی آب. ونیز شهر روی آب؟ من اون زیراوی برم روی آب به چه درد من خوره؟ آره یه جایی میری میاد دست یه نفر میری اون فرفری رو هم داری میری آی صدا میاد نمیاد که بری دو تا فونش بدی دو تا حوار بزنی خود تو خالی میکنی. اسپانیا چطور؟ ایبیزا؟ اسپانیا ببین من نمیدونم، من دارم واسه کوبیدش میرم، مثلا فرق نمیکنه. یه جایی اونجا ببین غذای ایرانی بخوری. بچه ها از سر مجیدیه راه افتاده بودن، اتوبوس گرفته بودن، رسیده بودن تو بارسلونا، پشت نیوکمپ 24 ساعت خوابیده بودن، بعد رفتن تو 24 ساعت منتظر بودن استقلال پرسپولیس. قشنگ تشویق کردم، بعد پیکر رو دیدن، حالا احوال کردم اینجوری من اسپانیا میرم. چین، شانگهای، پکن. بچه ها سیمتری میان؟ سیمتری؟ نارمک. خب دیگه آخرین باری که من رفتم فکر کنم با بچهای سیمتری نارمک رفتیم، یه خیابونه با قمه واسیم، هر چی واسادیم گندشون بیاد بروسلیه چیه نایمد، اینجوری من میرم. البته چین جاذبه های توریستی هم داره، مثلا دیوار چین. دیوار من میخوام برم چه دیوار در که خب اینجا هم هستش، که میخوام یه جای برم ایرانی باشه دلم باشه. چی داری میگی تو؟ خب آخه یه جای خاص میگین. جزیره موریس خوبه؟ موریس به چه درد من میخوره؟ میخوایم بریم با بچه‌ها یه اتاق بگیریم همه بریزیم توش حال کنیم. رفتیم با یکی از بچه‌ها پاتایا، خیلی سنگین کار بود، یه وزن سنگین بلند کرده بود، بهش گفتم بچه‌ای نباید لعنت 200 نفر وسط واکینگ استریت، گفتم بهش باد. با این حساب من فکر می‌کنم برین ترکیه بهتره، میدونین هم کنسرت داره هم فرهنگش نزدیک‌تره. ببین ترکیه دیگه خیلی رفتیم اومدیم، یه جایی وسط تقسیم پیدا کردم که کی از میده، ولی تو تهران بهترش هست، اونجا حالش بیشتره. ببینم یه جایی نداری فیلم ایرانی اکران کنم واسه ما؟ حسلمون رفتیم آمریکا، جدایی نادر از سینه دیدیم برگشتیم. عرضم به حضورتون که خونه ما میای؟ کجاست؟ خیابون امیرآباد، یه خونه ویلای قدیمی اما عالی، دو روز و سه شب با صبحونه و نهار و شام روی تور. میدونی بچه‌هام هستن، میگیم بیان کباب کوبیدم داریم، کیک یزدی هم داریم، فقط میریزیم دور هم. جمشیدم میگم بیاد واسه ماساژ. این خوبه، آدم دو تا ایرانی ببینه حالش جا میاد. بلیتشو صادر کن. بلیت نمیخوام. خوش بریم. بریم. براشون.